سلام با همگی دوستان عزیز امیدوارم که حال تک تک تونالی باشه یه آپدیت تحلیل از دو تا از رمزرز بسیار محبوب و آینده دار و پتانسیل دار میخوایم صحبت داشته باشیم و یه آپدیت تحلیل بریم ازشون اولی فانتوم هستش با نماد FTM و دومی هم اتریوم که این دوتا رمزرز که اتریوم رو قبلا برای شما کامل صحبت کردیم و حتی سیگنال خریدش رو بارها برای شما صادر کردم و از پتانسیل دار بودن اتریوم ما بارها با شما صحبت کردیم و فانتوم هستش که از لحاظ فاندامنتال و حالا از لحاظ فاندامنتال و پشتوانه ای که داره بسیار بنیادی هستش و میتونه آینده بسیار خوبی رو داشته باشه در میان مدت و در بلند مدت حالا تکنیکالی بررسی میکنیم همه اینها رو بررسی خواهیم کرد تکنیکالی چند تا نکته مهمی رو برای شما خواهم گفت و حتما تا کامل نگاه کنی و لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظر خودتون راجع به رمزرز فانتوم حتما زیر این ویدیو کامنت کنید اونایی که سابسکرایب نکردن حتما سابسکرایب داشته باشن خب چند تا نکته که وجود داره امروز بچه ما دو تا رمزرز رو بررسی میکنیم یکی فانتومه و دومی اتریومه که همونطور که میدونید اون رمزرز هایی که پتانسیل داشته باشن و آینده بسیار خوبی رو داشته باشن و ارزش این رو داشته باشه که ما توی سبد هلد خودمون نگهداری کنیم و خرید انجام بدیم اونا رو ما بررسی میکنیم برای شما و توی کریپتوکارنسی مارکت بازار کریپتوکارنسی رمزرز های بسیار زیادی وجود داره BNB، ریپل بی, بی، ریپل دوچکوین کاردانو پالیگان پولکاداد و حتی بهتر از فانتوم هم وجود داره ولی پتانسیل دار بودنشون هم هستش ملاک بر این نیستش که همه رمزارزها بدن و تنها این دوتا تا خوبن مثلا فانتوم خوبه اتریوم خوبه از این ور میتونه کاردانو هم خوب باشه پالیگان هم میتونه خوب باشه ولی ما بررسی میکنیم فانتوم هم خیلی از دوستان درخواست کرده بودن تکنیکالی از آیندهش برای شما خواهم گفت تا, تا کامل نگاه کنید خب قیمت فعلی فانتوم اگر نگاه کنیم 24 سنت هستش فانتوم بچا از سقف قیمتی خودش ریزش سنگینی داشت. اگر بریم صفحه قیمتی فانتوم نگاه کنیم از روی عدد سه و سی سنتینا یه ریزش رو به سمت با این تجربه کرده و یکی از رمزرس هایی هستش که بیشترین ریزش رو تا به این لحظه تجربه کرده حوضه که داره کار میکنه دیفای هستش از لحاظ فاندامنتال و بنیاد و کارایی که داره انجام میده بخوام بگم برای شما این رو بدونی که پا به پای برخی از رمزرس های بزرگ داره میذاره و این رنگ 61 که اینجا برای فانتوم هستش این رو خواه... خواهیم دیدش که یه زمان زمانی به عدد 35 سی, سی و حتی میتونه بین بیاد 20 تا برتر و نوسان داشته باشه پس فانتوم خیلی جدی بگیری و توی سبد خودتون اگر میخواین خریدی انجام بدی یه مقداری رو توی سبد خودتون به فانتوم هم اختصاص بدید اگر مارکت کپ رو نگاه کنیم 636 میلیون دلار هستش و نکته جالب و یکی از مزیت‌های مهمینه که توتال ساپلایی که فانتوم داره چیزی حدود 2 میلیارد و 500 میلیون 2 میلیارد و 500 میلیون تا اف, اف تی ام وجود داره داخل بازار و دست هولدرها در حال چرخش هستش از دازه توتال ساپلایی که داره عددش بسیار قابل قبوله و رشدی که میتونه به سمت بالا داشته باشه میتونه بسیار سریعتر اتفاق بیفته این توتال های بچه خیلی مهمه اون رمزارزی که می خریدن جا میدید اگر توتال ساپلایش کمتر باشه مثلا قیمت زیادی داشته باشه بالای مثلا میتونیم بگیم 20 سنتینا باشه 10 سنتینا باشه و توتال زیر 10 میلیارد تا باشه اون رمزارز خود به خود ارزش پیدا میکنه چه مثلا پروژه مثل فانتوم که آینده بسیار خوبی رو میتونه داشته باشه در حال حاضر مثلا با این دو میلیارد و 500 میلیون تا فانتومی که داخل بازار وجود داره یه زمانی این عدد بین هولدرها خواهد بود و تقاضا یه دفعه افزایش پیدا میکنه حالا توکن سوزی خاصی رو انجام نداده ولی این تعداد کم توتال سپلای باعث میشه که قیمتش خیلی سریعتر یعنی اون مانع رو نداشته باشه که رشد کنه به سمت بالا برخی از رمزارزها وجود دارن اونایی که میم کوین باز هستن و میم کوین خریداری میکنن میدونن که یکی از عوامل مهم این که یک رمزارزی بیاد رشد داشته باشه توتال سابلایش هستش تعداد کوین یا توکنی هستش که داخل بازار وجود داره که فانتوم از این لحاظ بسیار به نظر من عددش مورد قبول ما هستش و این مانع براش حساب نمیشه بلکه میتونه یه مزیت حساب بشه که قیمتش رو هول بده به سمت بالا و یه رشد رو داشته باشه ولی این رو هم بدونید دوستان از اینجا که داره ریزش میکنه به سمت پایین این خیلی مهمه قیمت رو هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه شاید یه زمانی روی یک دلار 60 سن خیلی ها دیدگاه مثبتی روی فانتوم داشتن ولی اومد روش کرد دوباره ریزش کرد به سمت پایین شاید احتمالش وجود داره روی خود یک دلار هم دیدگاه مثبت بودش روش کرد به سمت بالا دوباره ریزش کرد و پایین تر هم اومد هیچ چیزی معلوم نیستش و سعی کنید اگر خریدی انجام میدید اون بک خودتون رو داشته باشید یعنی تو عقبه خودتون یه سرمایه داشته باشی که همشون رو وارد نکنید 100 دلار هزار دلار دارید 200 تاشو وارد کنی 100 تاشو وارد کنی و یه مقداری رو بیان خریداری کنی که خیلی موضوع مهمی هستش پس این رو حتما در نظر بگیرید مثلا خیلی تعصبی هم نباشید یکی میره یه مقداری از مثلا یه رمزج رو خریداری میکنه از فردا شروع میکنه خور خور به اون اضافه کردن و اون رمزرزم مثلا هفته بعد میاد ریزش میکنه به سمت پایین حرکت میکنه اصولی برید جلو تکنیکالی برید جلو که الان روی نمودارش برای شما نشون خواهم داد که کامل متوجه بشید وضعیت بازار داره مثبت میشه اتریوم اگر نگاه کنیم 1288 دلار هستش 300 دلار رو داره تاچ میکنه اتریوم وضعیتش مثبت مثلا تو تایم فریم الان روزانه نگاه کنیم رنج بوده رنج بوده و یه دفعه از بالا به سمت بالا شکسته شده این مباوته خودش رو و طبیعتا زمانی که شکسته میشه رشدش میتونه ادامه دار باشه و حتی تا 8300 8400 میتونه عبور کنه بیت کوین هم که روی 17000 دلار هستش قیمتش اگه نگاه کنیم 17000 دلار هستش اگر تحلیل بیت کوین رو ندیدی برید حتما نگاه کنید تکنیکالی وضعیت بیت کوین رو گفتم برای ما از چه عددی عبور کنه بازار میتونه دوباره رشد داشته باشه و برگرده به روال سابقهای های چند سال گذشته خودش و روند سودی خودش رو بیاد ادامه بده که خیلی مهم هستش این موضوع قیمت فعلی هم که اتریوم روی 1300 دلار هستش یه نکته راجع به اتریوم بگم برای شما دوستان اتریوم رو من بارها گفتم یه بار دیگه میگم رمزرزی هستش و حالا اکثر رمزارزهایی که روی میتونیم بگیم سوار بر اتریوم هستن که فانتوم خودش سوار بر اتریوم هستش یعنی لانچ شبکه فانتوم کوین فانتوم روی اتریوم اومده ساخته شده و بعد برای خودش یه دونه بلاکچین انتخاب کرده بلاکچین خاص ساخته برای خودش بلاکچین اختصاصی FTM و حالا کارهای مختلفی رو اومده انجام داده اتریوم رمزرزیه که میتونم به جرئت بگم خود متاورس NFT و برخی از حوزه هایی که خیلی مهمن و خیلی بزرگن و میلیون دلاری دارن داخلش معامله میشن زیر مجموعه اتریوم هستن یعنی اگر اتریوم نباشه اونا هم نیستن پس اتریوم مجبوره یعنی مجبور هستش که پتانسیل خوبی داشته باشه که رشد کنه به سمت بالا آینده خوبی رو داشته باشه که به سمت بالا یه پامپی رو داشته باشه اتریوم من خودم شخصا میگم کاری با شما ندارم به سبد خودم همیشه اضافه کردم اضافه هم خواهم کرد ویدیوهایی که من در چهار روز گذشته رو برای شما قبل اینکه تا 1300 دلار بیا رشد داشته باشه برای شما رکورد کردم انتهاشون گفته بودم که اتریوم رو بخرید و خودم هم به سبد خودم اضافه کردم و اما بریم از تکنیک نگاه کنیم اتریوم یه رشد رو اینجا یک کف سازی کرد برای خودش و یه حالت دبل باتمی رو تشکیل داد الگوی کف خودش رو تشکیل داد و اگر از اینجا بیاد بور کنه که روی عدد چیزی حدود 1300 دلار هستش رشد اتریوم میتونه شروع بشه و تا 1600 ما دوباره یه رشدی رو از سمت اتریوم داشته باشیم پس این تارگت ها رو حتما در نظر بگیرید منتظر شکسته شدن عدد 1000 و حالا روند یک عدد درست بگم برای شما چیزی حدود 1300 و چ... 1340 هستش که اگر این عدد بیاد عبور کنه ما تا عدد 1600 اینو بدونی که رشد خواهیم داشت اونایی که تریدر هستن زیر نظر بگیرن این ساعت رو تایم فریم مثلا برن 4 ساعته نگاه کنن کاملا این چا... تایم توی تایم فریم 4 ساعته این مقاومت برای ما مشهود هستش و میتونیم ما این مقاومت رو به صورت کامل اینجا ببینیم که به این شکل یک مقاومتی رو برای بر خودمون داریم که اگر اینجا بیاد شکسته بشه یه پول بک بزنه باهاش تا عدد میتونیم یک رشدی رو داشته باشیم اتریوم تحلیلش خیلی ساده هستش و اگر حالا اصلاح هم داشته باشه دوباره این رو بدونید که این کفی که اینجا برای خودش تشکیل داده 1070 دلار اینجا شکسته میشه ما دوباره اصلاح میکنیم به سمت پایین اگر روندش به سمت پایین اصلاحی باشه ولی به هر حال اتریوم ارزش هولد کردن و ریسک کردن رو به نظر من داره و با مثبت شدن وضعیت بازار اتریوم هم میتونه یک حرکت مثبتی هم به سمت بالا تجربه کنه و اما بریم FTT FTM رو نگاه کنیم من میگم FTT رمزرز FTM یا فانتوم اگر بریم نگاه کنیم فانتوم هم رشد خوبی رو داشته جالبش اینجاست فانتوم از این کف قیمتی خودشی کف سازی کرد تا به این لحظه چیز حدود 50 درصد اومده رشد رو تجربه کرده یه دونه از این بالا فیبوناچی میندازم رسم میکنم روی عدد 618 نگاه کنیم ما داریم کم کم به 618 میرسیم و نشون میده که آقا اینجا ما یه محدوده بسیار مهمی روی این عدد ها داریم پس الان برای خودمون تونستیم یه دونه محدوده مهم رسم کنیم به همین سادگی مقاومت رو اگر نگاه کنیم دو و حالا 25 سنت برای ما 25 و 60 اینا برای ما یه مقاومت بسیار مهمی هستن اگر این عدد عبور کرد رسید به 26 اینا یه خرید پله‌ای داشته باشید و واردش بشی و باهاش به سمت بالا اولین تارگت 31 سنت خواهد بود و دومین تارگت هم که این پشته هستش که الان توی تایم فریم دیلی نگاه میکنیم ولی حالا اگر برخورد کنه به این 618 که هنوز عبور نکرده فعلا اگر میخواین خرید انجام بدید اگر تو این رو بدونی که دوستان اونایی که میان روی سقف خرید میکنن زمانی که یه رمزرزی روش میکنه اینجا میان خرید انجام میدن اونا متضرر میشن چون که اصلاح میکنه و نمیتونن دیگه مدیریت درستی رو داشته باشن سعی کنید مثلا اونی که میخواد روی مثلا عدد 24 سنت وارد فانتوم بشه به دید بلند مدت خرید انجام بده یعنی به فانتوم های خودش اضافه کنه و تعدادش رو بیاد افزایش بده پس این موضوع رو حتما در نظر داشته باشید فانتوم از نظر من نظر شخصی خودم رو بگم برای شما فانتوم رو من توی سبد خودم قبلا نداشتم یکی دو ماه هستش که به سبد خودم اومدم اضافه کردم فانتوم رو و روی پله مختلف خرید انجام میدم فانتوم به نظر من در تایم حالا میام مدت میتونه یک رشتی رو به سمت بالا تارگت هاش اگر نظر بگیریم عدد یکی میتونه روی 40 سنت باشه و دوم میتونه روی عدد اگر روند بازار برگرده بچه این دو موضوع رو حتما در نظر بگیر بیت کوین الان روی 17000 دلار هستش من توی تحلیل بیت کوین گفتم که اون مقاومت شکسته نشه ما هیچ انتظاری از بقیه رمزارزا نخواهیم بود یعنی همه تحلیل ها پوچ میشه و همه تحلیلایی که انجام دادیم از روند سودی دیگه اتفاق نخواهد بود نخواهد افتاد اگر بیت کوین ریزش کنه و بیاد دوباره مثلا بشه 16000 دلار 15000 دلار که خیلی مهمه ولی روندش سودی باشه این دوتا تا رمزرز یکی فانتوم و یکی اتریوم آیندهشون مثبت اگر تونستید به کیف پول خودتون مخصوصا اتریوم و بچا اتریوم و من خیلی تاکید میکنم که توی کیف پول خودتون داشته باشید اتریوم رو خرید انجام بدید و فانتوم هم که کنارش هستش که برای یه تایم بالا مدت تونه برای ما مناسب باشه پس پانت فانتوم در حال حاضر چرا الان رشد کرد به سمت بالا و یه برگشت از اینجا داشته عدد 25 سنت و سنت دینا برای ما یک مقاومت بسیار مهمی هستند که عبور از اینجا باعث رشد عدد 31 سنت و بعد عدد 40 سنت خواهد بودش که میتونه برای ما سودآور باشه ولی این رو بدونید یک ریزش داشتیم یک رشد به سمت بالا احتمالش هستش که یه پول بکی به سمت پایین داشته باشیم کجاها میتونه مناسب باشه برای یه خرید خیلی کوچیک ازش یکی روی عدد 21 سنت هستش 21 و 22 سنت هستش زمانی که به این عدد برگرده تونستید یه خریدی ازش انجام بدید تریدرها چشم داشته باشن همه اینا ساعتایی که برای شما رسم کردم یکی رو اون ب... بالا هستش روی 31 ای سنت هستش 40 سنت هستش و یکی هم روی عدد 21 و 22 سنت هستش زمانی که برمیگرد یه نوسان و یه رشد بسیار خوب رو به سمت بالا تجربه میکنه که خیلی این موضوع برای ما مهم هستش امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اینم از آپدیت تحلیل دو تا از رمزرز بسیار مهم دوستان اونایی که فانتوم خریداری کردن و اطلاعاتی دارن از آیندهش و کارهایی که میخواد انجام میده دیگه من نخواستم که برم توی توییتر و شبکه‌هاش رو مختلفی رو بررسی کنم ببینم که چه کارهایی رو در پیش روی خودش داره حتما زیر این ویدیو کامنت کنید اگر نظری دارید سوالی دارید و خود راجع تریوم هم اگر سوالی داشتی باز هم زیر این ویدیو کامنت کنید و اگر دوست داشتی که راجب به که حالا آینده دار هستش کامنت کنی که بررسیش رو انجام بدیم خیلی هم میان الان رمزرزهای مختلفی اسمشون رو برای ما میگن دو تا رمزرز دیگر هم ما بررسی خواهیم کرد یکی دوچ کوین و دو چین هستش خیلی هم میان حالا اسمای رمزرزهای مختلفی رو میدم دوستان من قبل از اینکه یک ویدیو رو رکورد من میرم اون رمزرز رو بررسی میکنم و بعد میام معرفیش میکنم اتریوم که نیاز به مثلا به بررسی کردن نیستش من پروژهش رو قبلا برای شما کامل گفتم برای شما اتریوم رو بخرید اصلا فانتوم رو ولی رفتم بررسی کردم در میام مدت میتونه رشد رو به سمت بالا با برگشت بازار داشته باشه یعنی سوداوریش میتونه نسبت به بقیه رمزارزها بیشتر باشه ولی روی پلای مختلف اصلاح ها رو در نظر بگیری هیجانی نشید پاپ میکنه به سمت بالا خرید انجام بدید و اونایی که خرید میکنن توی مسیر رشتشون اونایی که توی سود هستن سیو سودا رو انجام بدید یادتون نره سیو سود مهمه خیلی این اشتباه تکرار میکنم و در آینده متضرر میشن و میگن که کاش مثلا روی یه قیمتی می اومدیم سیو سود انجام میدادیم که خیلی مهم هستش این دو تا رمز ارز فانتوم با نماد اف و اتریوم با نماد ای تی که من برای شما قبلا کامل حالا تحلیلش رو انجام دادم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و تمام این ویدیو برای شما هستش لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظر نظرتون رو کامنت کنی و پایین ویدیو دسکریپشن من دو تا لینک گذاشتم یکی اینستاگرام و یکی هم که تلگرام هستش که از اونجا میتونید ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر